پروژه تأمل و تعمق و تفکر در کلمات مکنونه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت رب اعلی. طرز نشستن: شما می توانید روی زمین بنشینید و یا روی صندلی. در این صورت دست ها روی زانو. در هر صورت باید به راحتی جالس کردید. مطلب مهم این که کمرتان باید کاملا راست باشد، به طوری که قوسی در بالا تنه ایجاد نگردد. در تمام مدت تفکر باید در حالت بالا باشید. ولی اگر احساس خستگی کردید، برای مدتی کوتاه از حالت بالا در آمده کمی استراحت کنید. بعد از آنکه به خوبی نشسته اید و دستور عمل بالا را انجام دادید، برای مدتی کوتاه با آرامی نشسته و دیگر حرکتی نکنید. حال موقع آن رسیده که توجهتان را به نفس کشیدنتان معطوف دارید. مراحل نفس کشیدن: توجه به نفس کشیدن خود نمایید. یکی درون دمیدن و دیگری برون دمیدن. سعی نکنید نفس کشیدن را کنترل کنید. فقط به طور معمول نفس بکشید. توجه به درون و برون نفس کشیدن خود کنید و ببینید کدام طولانی تر است. توجه به درون و برون نفس کشیدن خود کنید و ببینید کدام طولانی تر است. موقعی که نفس می کشید، توجه کنید کدام قسمت بالای بدنتان متاثر می شود. آیا قسمت بالا جایگاه ششها یا قسمت پایین جای شکم؟ توجه کنید آیا موقعی که نفس می کشید تأثیری در پشت بدنتان دارد؟ چشم ها را ببندید و بعد به نقطه‌ای که خود علاقه دارید متمرکز کنید، مثل روزه مبارک یا عکس حضرت عبدالبها یا یک شاخه گل روز یا ماه یا قلبتان، هر چی دوست دارید، هر چیزی که حواستان را متمرکز خواهد کرد. حال از شنیدن آیات ملکوتی حضرت بهاءالله که در زیر می باشد
آماده شوید. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای بنده من، دل را از غل پاک کن. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. ای بنده من، دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. سپس به کلمات مکنونه ای را که خوانده اید توجه نموده و در حدود 10 تا 15 دقیقه در آن تفکر نموده و فکر کنید که این آیات به چه نحوی در خود شما و در زندگی روزانه‌تان تأثیر خواهد داشت و فکر کنید که این آیات به چه نحوی در خود شما و در زندگی روزانه‌تان تأثیر خواهد داشت.